امروز در تاریخ ایران روزیه که یک چشم خندان و چشم دیگه گریان. خنده و تهنیت از بابت انقلاب عظیم مردم ایران، سرنگونی رژیم شاه و حاکمیت ستم شاهی. گریه و تسلیت از بابت سرقت رهبری و انقلاب بزرگ اجتماعی و لگد مال کردن دستاوردهاش توسط ارتجاع خمینی. آخه مردم ایران استقلال میخواستن و آزادی و عدالت، همونطور که از ابتدا، یعنی در سالهای 58 و 59 میگفتیم، آزادی یعنی کلمت الوسطا، کلمت الوسطای انقلاب، یعنی که شاخص، روح و جوهر برانگیزنده انقلاب ضد سلطنتی بود. ولی افسوس که دشمنان آزادی این بار هم اول از همه همین کلمه شاخص و راهگشا رو تحت لوای دین به قربانگاه بردند و ذبح کردند. راستی که بهار آزادی چه کوتاه و زود گذر بود. بیداد رفت لاله برباد رفته را، یارب خزان چه بود بهار شکفته را. اینطور بود که بساط سلطنت موروثی با سلطنت مطلقه آخوند جایگزین شد و شیخ بسا فراتر از شاه به استبداد و آزادی کشی پرداخت. تاریخچه حکومت خمینی و حاکمیت آخوندی رو به خوبی میشه در شعر فرخی خلاصه کرد. با عوامل تکفیر، صنف ارتجاعی باز حمله میکند دائم بر بنای آزادی. شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار، چون بقای خود بیند در فنای آزادی. میخوام بگم تا اونجا که به آزادی و حق حاکمیت مردم ایران مربوط میشه، شاه و شیخ از اول هم در محتوا چندان تفاوتی با یکدیگر نداشتند، اما مأموریت و نقش ضد تاریخی خمینی ویران کردن انقلاب بزرگ مردم ایران بود، انقلاب ضد سلطنتی، روی سر اونهایی که خونش رو دادن، رنجش رو بردن، زندانش رو کشیدن و روی سر مردمی که در برابر گلوله ها سینه سپر کردن. در یک کلام میخوام بگم که خمینی عاجز از پیش بردن انقلاب به جانب آرمانهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه، میباید که نیروهای آزاد شده در انقلاب ضد سلطنتی رو سرکوب، نابود و منهدم میکرد. شکنجه و اعدام سهم مجاهدین و مخالفین، تنور جنگ هم سهم موافقین خمینی، یعنی حتی نیروهای خودش و سایر اتباع ایران بود. و خوشا مقاومتی که تا امروز نگذشته خمینی و رژیمش تمامی نیروهای آزاد شده در انقلاب ضد سلطنتی رو منهدم و نابود بکنند. مقاومتی که نگذشته مردم و تاریخ ایران ننگ تسلیم در برابر قاصب و دزد بزرگ قرن رو پذیرا بشند. قاصب حق حاکمیت مردم ایران و دزد بزرگ رهبری انقلاب ضد سلطنتی. میخوام بگم که انقلاب عظیم مردم ایران بهش خیانت شده توسط خمینی و دار دستش، اما نه مرده و نه خاکستر شده.